فنلاند که به خاطر زمستان‌های سرد و طویل، جنگلات زیبا و سیستم گسترده رفاهی خود معروف است، توانسته جایگاه نخست را در این شاخص به خود اختصاص دهد. اقتصاد آن با اقتصاد سایر کشورهای اروپایی قابل مقایسه است. پس چه چیزه مردم این کشور را این گونه خوشحال نگه می‌دارد؟ اقتصاد ما از وضعیت خوب برخوردار است و نمی‌دانم. ممکن ما ارتباط نزدیک با طبیعت داشته باشیم. بدون شک که با استناد به گفته‌های این زوج متقاعد، آب و هوای این کشور عامل شادی مردم فنلاند نیست. به خاطر اقلیم بوده نمی‌تواند. ما زمستان طویل و تاریکی داریم. اما ممکن است به خاطر سطح امنیت باشد. اینجا مسئول است. هیچگاه مجبور نیستید بترسید و می توانید به مردم اعتماد کنید. شادی در فنلند بر اساس این گزارش به خاطر دسترسی به طبیعت، مسئولیت، مراقبت های مناسب کودکان، تعلیم و تربیه رایگان و مراقبت های صحی نهایت ارزان افزایش یافته است. کاملا قابل درک است که چرا کشورهای جنگ زده مثل سودان جنوبی، جمهوری آفریقای جنوبی و افغانستان در پایین‌ترین ردیف این گزارش من حیث کشورهای دارای پایین‌ترین سطح شادی و خوشحالی قرار دارند. اما ایالات متحده، نیرومندترین کشور و اقتصاد شماره یک جهان، یک بار دیگر در سال 2019 نزول کرده و جایگاه 19 را در این شاخص اختیار کرده است. در این گزارش آمده است که ایالات متحده عمدتاً به خاطر اعتیاد به گزینه‌های مختلف از مواد مخدر گرفته تا قمار و رسانه‌های دیجیتالی به سوی افسردگی در حرکت است. از جانب دیگر، بر اساس این گزارش، کشورهای شرقی و مرکزی اروپا، جنوب صحرای آفریقا و چندین کشور آمریکای لاتین در یک دهه اخیر بیشترین پیشرفت را در بخش شادزیستن داشتند. سوریه، بوتسوانا و ونزوئلا بزرگترین کاهش را در شاخص کشورهای شاد جهان تجربه کردند. گزارش ملل متحد بر فاکتورهایی که میتواند بر خوشحالی یک کشور تأثیر گذار باشد، به شمول بازدهی اقتصادی، حمایت اجتماعی، حکومت داری، امید به زندگی سالم، سخاوتمندی و نبود فساد اداری متمرکز بوده است. بر اساس این گزارش، مردمی که خوشحالند احتمالاً برای حاکمان فعلی کشورهایشان رأی خواهند داد. دستاوردهای اخیر سیاستمداران مردمگرا میتواند نتیجه توانایی‌های آنان برای توجه به رأی‌دهندگان ناراضی باشد. این گزارش ملل متحد تاکید می‌ورزد که عوامل متعدد می‌تواند روی میزان خوشحالی یک کشور تأثیر بگذارد که یک توضیح مشخص برای همه آن وجود ندارد. قدیر مشرف، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.